افغانستان کشور با بیشترین درد و کمترین مرهم، کشوری که در یک طرف مردمانش را گروه های حراس افغان، افراد مسلح غیر مسئول، دزدان، راهزنان و بقیه افراد جانهایشان را میگیرند و در سوی دیگر هم سیلاب های مدهش و فوق‌العاده خطرناک. حکومت نیز نه تنها که برای پیشگیری از این رویدادهای وحشتناک و جانگداز حرفی به گفتن ندارد، بلکه پس از آن نیز با وجود میلیون ها دلار کمک های بیرونی، به خاطر نبود بودجه کار فوق العاده و در خور تأمل از دستش بر نمی آید. به هر حال این یک واقعیت عینی است و باید به آن عادت کرد. گذشته از این مسائل، دو روز از سرازیر شدن سیلاب ها در گوشه و کنار افغانستان می گذرد و در این میان بیشتر از 150 تن کشته و صدها تن دیگر آواره شدند و صدها تن دیگر هم زخم برداشتند. بیشتر تلفات را مردم در ولایت های پروان و کاپیسا متقبل شدند. مردم آسیب دیده در چه وضعیتی هستند و چقدر به نیازمندی های آنان رسیدگی شده است؟ در برنامه امروز خط کابل با مهمانانم جناب آقای ظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان، و همچنان جناب آقای محمد اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس نمایندگان، که از طریق خط اسکایپ با ما هستند، به بحث و بررسی میگیریم. درود و وقت بخیر. من محمد ایوب نسیمی هستم با برنامه امروز خط کابل در خدمت شما. بسیار تشکر جناب سالنگی صاحب از حضورتان در برنامه امروز خط کابل. در ابتدا میخوایم بپرسم که وضعیت از رهگذر سرازیر شدن سیلاب ها و اثرات جانبی این واقعه المناک در حال حاضر واقعا چگونه است؟ سلام به شما و بیننده نهایت عزیز. جناب صافی صاحب، درود به تمام شهدای مردم افغانستان، به خصوص حوادث طبیعی در این اواخر. ثانیا خدمت را نقل کنم که از فاجعه پروان تقریبا تا این دم دو روز میگذرد. عمل نجات در گوشه و کنار پروان به خاطر گیرمونده هایی که در زیر آوار در نقاط مختلف پروان، از جمله پارچه 11، پارچه 9 و پارچه 12 و قسمت های دیگه از شهر چارکار که تعدادی از هموطنان و عزیز و معنوز هم در زیر آوار هستند، با تمام تلاشی که عمل نجات در پروان انجام داده تا این دم ما یک تعداد از هموطنان ما لادرک هستند و از طرف دیگه در این امروز وزیر دفاع افغانستان هم امروز و هم دیروز و قماندان قوای ناتو و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت افغانستان و سایر اراکین بلند رتبه به پروان سفری داشتند. درست. در بحث آمار و ارقام، چه در بحث کسانی که کشته شدند و آنهایی که زخمی هستند، چیزی تغییرات آمده یا خیر حداقل در سطح پروان، چون دیروز نزدیک به 100 نفر تنها کشته بود، حالا این آمار واقعا چگونه است؟ تغییرات داره یا خیر؟ آمار را که ما تا این دم با شما شریک میسازیم هر دقیقه در حالت تغییر از یا هر ساعت. ما فکر میکنم معلوماتی را که ما دارم آمار شهدای پروان از 100 بلند رفته. درست. در بحث رسیدگی به مردم، یک مسئله بسیار مهم و اساسی که در ذهن همه است ما میخواین بپرسن است که تا کنون چه کار واقعا صورت گرفته بر اونهایی که حداقل جسدشان پیدا شده، بر خانواده هایشان و بر اونهایی که زخمی هستند، چه کار در خور پذیرش و خوب انجام شده که میتونه آدم با یک دید قابل ملاحظه به او ببینه؟ تا این دمه که به ما معلومات دادیم و بعضی ها هم شنیدیم، رهبری اداره حوادث به فی فامیل شهدا 50,000 افغانی توزیع کرده و طبیعتا در پهلوی از اون شهدا به شفاخانه ملکی پروان انتقال میکنه. موضوع تدفین و تابوتشان جدا مورد نظر است که خانواده ها تدفین و همین شهدا تدفین میشن و بعد از اون تابوت میشن
توسط امبولانس‌ها یا تیم عملیاتی اداره سرطان و محلشون انتقال داده میشن و زخمی ها طبیعتا تحت مداوا هستند در شفاخانه ملکی ولایت پروان. درست. مسئله اساسی دیگر هم ای است که آیا واقعا کمک هایی که صورت گرفته و در بحث رسیدگی به زخمی ها مجموعه اینا چقدر کافی است با توجه به نیازی را که مردم دارند؟ آیا واقعا بسنده است یا هنوز هم نیاز است و کم است کمک هایی که صورت گرفته؟ اما جا داره از عملی نجات وزارت محترم دفاع ملی، از رهبری وزارت محترم دفاع و از تیم عملیاتیشان که لوای انجینری در پروان است همراه قماندان فرقه پلیس نظامی بگرام با سایر منصوبینشان و از وزارت محترم فایدامه، از اداره محترم ضد حوادث و بنیاد خیریه اجمل رحمانی و بنیاد خیریه حاجی قیوم خیرخواه و کمپانی ساختمانی هریرود باید قدردانی کرد. اما چیزی که من میخوام پهلوهای دیگر موضوع رو میخوام با شما شریک بسازم، تا این دمی که من با شما صحبت میکنم برای یکی از خانواده هایی که اونا مال و اموال و مواد غذایی و تمام دار و ندارشان از دست دادیم، تا دمی که من با شما صحبت میکنم کمک ها میگن در دیپوهای ولایت پروان آمدن اما تا بالی با مردم و متضررین حادثه توضیح نشده. درست. علتش چی است سالنگی صاحب؟ چرا تا حالا توضیح نشده در حالی که وجود داره این مواد غذایی یا هر چیزی که بسته های کمکی است؟ ولایت در این مورد با ما همسویی نداره، تیمی عمل میکنه و ما تا این دم در این مورد ما معلومات داده نشده. حتی چند از قبل از اینکه با شما صحبت کنم بنیاد خیریه مارشال افغانستان عبدالرشید دوستان و برهان الدین ربانی یک قسمت از کمک‌ها را در پروان آورده بودند، چون انتظار اینه که ما داشتیم که ما باید سریع عمل میکردیم و خانواده های آسیب دیده کمک های عاجل بشری انجام میدادیم از قبیل مواد غذایی و غیر غذایی که تا این دم نرسیدن. با او دلیلی به دیپوهای ولایت پروان استوک میشد. درست. و ما اشتراک در اون مجلس هم خودداری کردیم. بسیار تشکر. مسائل دیگری را هم با شما شریک خواهیم ساخت جناب سالنگی صاحب. حالا یک میان برنامه کوتاه داریم، پس از آن همچنان در خدمت خواهیم بود. به ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. جناب سالنگی صاحب، پیشتر عرض کردین که در ذخیره‌گاه های ولایت بسته های کمکی رسیده، ولی تا اکنون به مردمی که واقعا آسیب دیده هستند و به کمک های فوری نیاز دارند نرسیده. مقام ها در ولایت پروان به دنبال چی هستند و چرا این کمک ها را به مردم انجام نمیتن؟ با کمال تأسف باید گفت که مسئولین در ولایت پروان همسویی با نماینده های مردم در پارلمان افغانستان ندارند، چنان که در بعضی ساحات دیگه و در بعضی از گوشه های دیگه افغانستان بعضی از مامورین دولتی خودکامه عمل میکنن. ما به چنین مشکلات در ولایت پروان هم دچار هستیم و با اون که باید یاد کرد که بعضی از مسئولین صادق، خدمتگزار و در عین حال دستور در این ملک وطن هم وجود دارد. ما چند لحظه پیش با سرپرست اداره ملی انکشاف ریاست جمهوری در پروان ملاقات داشتیم که بر اساس هدایت جمهور یک عملیه بسیار زیاد کلان از ماشینری توصیف کردیم تا جوی پروژه آبیاری پروان پاکاری بکنن و اونا در تمام مسائل قدم هایی را که میخواستن عملیات آغاز بکنن و جوی زراعتی یا جوی بزرگی را که پروان و سبز تبدیل کردن قدم به قدم با ما شریک ساختن که من ازشان قدردانی میکنم و اونا این دم عملیاتشان جریان داره و تا روز بعد ما شاید یک عملیات قوی و سریع میباشیم. درست. من منظور میبود سالنگی صاحب که علت عدم توجه لازم مقام های ولایت چی است؟ مشخصا اگر امیر پاسخ بتین.
خب ما از رئیس اداره ضد حوادث ولایت پروان پرسان کردم، اونا گفتن که والی ولایت در رأس کمیسیون حالت اضطرار است یا مبارزه بر حوادث، آنچه قوای دارد دادن ما انجام میدیم. اما دلیل ولایت اونا ای را داشتن که ما تا این دم مستحقین واقعی را پیدا نکردیم، به اون خاطر ما مواد غذایی را در دیپوها انتقال دادیم و در دیپوها جابجا کردیم. شاید هم همین مستحقین که خانه هایشان ویران شده و تمام دار و ندارشان نتیز رفته اینا مستحق نباشن، من انتظار دارم که مستحقین واقعی را که اینا پیدا میکنن کیا هستن. درست، این دلیلشان را شما موجه نمیدانین، درست؟ ما شما یک مردم و یک ملتی را که هم جانش از دست داده و هم مالش و هیچ زندگی برش نمونده از مواد خوراکه تا پوشاکه و تا فرش و کمپل، دیگه شما چی فکر میکنید که ما چه وقت باید برای از اینا برسیم و برای از اینا مواد کمک بکنیم؟ فقط شرایط اساس و وقت اساس و شرایطی که برای مردم ستم دیده ما در ولایت پروان کمک برسه و اینا از کمک های دولتی یا غیر دولتی و مؤسسات خیری استفاده بکنن همین روز و دیروز بود. درست. و در ارتباط به مسئله پیشگیری از یک چنین حوادث دلخراش، هرچند حالا اتفاق افتاده و متاسفانه یک فاجعه به میان آمده، پرسش وجود دارد در ذهن همه و میخواین بپرسن که نهادهای حکومتی مصروف چه هستند در حالی که یک حادثه دلخراش پیش بینی شده و قرار است به اتفاق بیفته و طبیعتا امروز امکانات وجود دارد که پیش بینی صورت بگیره، اما به گوش مردم نمیرسه و مردم در یک غفلت بسیار بزرگ قربانی اصلی همچو حوادث میشن. در این زمینه باور و دیدگاه شما چی است؟ متاسفانه باید گفت که بعضی از مسئولین دولتی و مامورین دولتی از دفترهای استیدار و کوچهای مفشن و زندگی تشریفاتی صدای خدمتگزاری را به مردم بلند میکنند. با کمال تاسف هشداری را که اداره محترم ضد حوادث در افغانستان یکی دو روز قبل رابطه به حوادث تبیین داده بود، اگر مسئولین از دفاترشان بلند می شدن و مردم دلسوزی می کردن و هشدارهای اداره ضد حوادث و هواشناسی را جدی مد نظر می گرفتن و مردم ما در خواب نمی بود و امروز چنین فاجعه نمی داشتیم. بس اساسی هم همی است سالنگیس، مسئله اساسی هم همی است که چرا چنین نکردن و از دفترهای کاریشان بیرون نبر آمدن در زمینه هشدار دادن واقعی بر مردم؟ من به اونجا می آمدم، هرچند که واقعات طبیعی در گوشه و کنار دنیا در جهان پیش رفتم قابل پیش کنترل نیست، اما دولت ها و مسئولین دولتی می تونن که مردم از ساحات که خطرات و احتمالات طوفان ها و سیلاب ها می رن هشدار بدن و تخلیه بکنن. من جان از قوای پلیس پروان قدردانی می کنم که در عمو آغاز وقتی که از واقع خبر میشه با فایل های هوایی و هشدار های کوچه به کوچه در پروان عمل کردن، در وقتنه ما از یک کرده فاجعه بلندتر و تلفات بیشتر می داشتیم. بسیار تشکر سالنگی سه. بالا هم هشدار داده شده برای اینکه باران همچنان ادامه داره و در شماری از ولایت های افغانستان باران خواهد بود و احتمالاً در پروان هم باشه، آیا واقعا باز هم برای جلوگیری از تکرار یک حادثه بزرگ مثل حادثه شب گذشته برنامه و راهکاری از طرف حکومت وجود داره و برای مردم هشدار داده شده یا هنوز هم مثل گذشته است مسئله؟ بل برنامه وجود داره، اکثری از مسئولین دولتی می آیند با مقامات عالی رتبه در محل واقع عکس‌های تشریفاتی و فیسبوکی می گیرند، تیم تبلیغاتیشان فعال است، فقط امی است و بس. هیچ نوع هشداری را که ما فردا یا امشب یا لحظات بعد ما نشوه با چنین واقعه و مشکلات دیگه از اثر آفات طبیعی ما دچار شویم، این هشدار و این آگاهی به مردم در ولایت پروان و حتی در کل ولسوالی های ولایت پروان داده نشده.
درست. حالا طبیعتاً مردم قضاوت میکنن چرا چنین از حکومت مصروف چی از در یک حالت اضطراری که مردم به خاک و خون کشانیده میشن، اینا چرا اینقدر به توجه و به تفاوت هستند در برابر جان مردم، در برابر مال مردم و در کل در برابر از این مردم؟ ما یک جا میخوایم، ما یک آدمی این صحبت چیزم سریع و کروش و روشن است. ما از عملکرد رهبری دولت افغانستان از نهادهای سکتورهای قدمهای دوم میخوایم قدردانی کنم که اونا مسئولیتشان از سریع عمل انجام دادن، اما با کمال تأسف یکسر مشکلات در اداره مالی پروان وجود دارد. خب بسیار تشکر. در بحث راه، یعنی شهر چاریکار یک شهر یا ولایت پروان یک ولایتی است که نزدیک به 12-13 ولایت را به هم وصل میکنه و مسیر ترانزیتی است تقریبا. گفتم میشه که راه هنوز هم بند است، آیا واقعا چنین است یا راه باز شده برای از این ولایت ها و رفت آمد مردمشان؟ شما شهری را در پروان نداریم، شهر چاریکار تقریبا 3 ماه قبل به دلیل ساخت و ساز جاده خط دوم پروان کابل، دست راست شهر چاریکار کاملا ویران شده و ما 600 دکان از دست دادیم. چونکه شهر چاریکار هم به اساس برخوردهای سلیقوی و اقتصادی، یکسری از مسئولین با یک شرکت خصوصی قرارداد کردند و او هم به یک ویرانه یا گفته میتونم یک ذخیرگاه آب تبدیل شده. میمونه یک خط دوم احتیاطی که در پروان وجود داشت به نام سرک 40 متره ما میگیم در پروان. این سرک 40 متره هم از اثر آفات طبیعی شدیدن صدمه دیدم. من گفتم میتونم که این دم در بعضی از ساحاتش دو موتر پلوی هم رفتن میتونن. تنها روی امی جاده پاکاری شده، مسافرین و کسایی که از جاده عبور میکنن و طبیعتا با مشکلات شدید روبرو هستن که از یک طرف عملی نجات در پروان کار میکنه و از طرف دیگه هم جاده بسیار زیاد خرد شده و تخریب شده. ما گفتم میتونیم که در حقیقت جاده های پروان کاملا از بین رفته. درست. حالا راه باز است یا بسته است مشخصا؟ راه باز است، راه باز است. مسافرین در اوقات ضرورت میتونن از این راه تورک بکنن. درست. و همکاریان که پروان هم با جمعی از مشکلات دارن در خدمت شما هستن. بسیار تشکر. حالا با وجود که یک حادثه بسیار دلخراش و وحشتناک در پروان شهر چاریکار به میان آمد، پس از او، یعنی یک روز یا یک شب پس از این حادثه در ولایات کاپیسا و پنچیر هم همچون حادثه با یک سطح کوچکتر به میان آمد و مردم در او ولایت ها هم تلفات زیادی دادن، علت چی است؟ چرا مردم واقعا توجه نکردند با توجه به این حادثه که به میان آمد و پند نگرفتن از این وضعیت؟ با باور شما، شما میدانین که افغانستان یک کشور کوهستانی است و تمام مردم افغانستان در نقاط مختلف دامنه های کوه یا در خود ساحات کوهستانی زندگی میکنن. هر قدر شما فکر بکنین که جلو واقعی رو بگیرین شاید مشکل کلان وجود داشته باشن، اما یک نقطه رو باید گفت که ولایت کاپیسا و رهبری ولایت کاپیسا از دیروز و این طرف هشدارهایی را که از طرف اداره هواشناسی و مردم هشدار داده شده بود یکسر احتیاط کردن، اما سیلاب یا آفات طبیعی آنقدر که انتظار میرفت کامل قابل مهار کندن و کنترل کردن نیست. درست. بسیار سپاسگزار هستم جناب سالنگی صاحب. و در اخیر، چون در پایان برنامه قرار داریم و لحظات اندکی باقی مانده، میخوایم بپرسم که خواست مردم چی است با توجه به وضعیتی که دارن، با توجه به نگرانی هایی که وجود داره و شما هم مطرح کردین، با توجه به گروگانگیری هایی که وجود داره، وضعیت چی خواهد شد و خواست مردم واقعا چی است که برش رسیدگی شود؟ شما این در قطع تهن تمام شبکه های آبرسانی در پروان کاملا تخریب شده، کاملا از بین رفته و مردم ما در ولایت پروان شدید نیاز به آب صحی دارن، مواد غذایی، البسه، بازسازی کوچه ها و پس کوچه ها
و اصلاحات غیر که از نظر آفات طبیعی از بین رفتن. بسیار زیاد تشکر جناب سالنگیس، ما پوزش میخواییم چون فرصت ما تمام است. از شما بسیار سپاسگزار هستیم جناب آقای ظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان. نگفته نمانه که جناب آقای محمد اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس هم قرار بود در برنامه حضور داشته باشند، که متاسفانه با تماس‌های مکرر ایشان را وصل ساختن نتوانستیم، که از طرف اونا حتما مشکل وجود داشت. از شما هم سپاسگزار هستیم که برنامه را دنبال کردید. وقت بخیر.